به ملائک دستور دادیم سجده کنید، پس سجده کردن به غیر از ابلیس که از جنیان بود. گفت من سجده نمی کنم. گفت چرا؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از عنصر اصلی و اعلای آفرینش، مرا از آتش آفرینی، این رو از پسترین عنصر آفرینش آفرین، سجده نمی کنم. حضرت حق خطاب به ابلیس گفت جلد اینو نگاه نکن. و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در این دمیدم. ابلیس گفت سجده نخواهم کرد. قرآن میگه کان من الکافرین، به خاطر این سجده نکردن نمیگه شد از کافران، میگه بود از کافران. چه اتفاقی قبل از خلقت انسان افتاده؟ ابلیس اون رو دیده، کافر شده بوده، اینجا روح میشه. خدا چند کلمه آفریده. آقا این کلمات چیست؟ یک رازه. خدا با راز و ناز تو قرآن صحبت کرده، لو نمیده. سوره بقره آیه 37 میگه که آدم ما انداختیمش پایین، چی رو که زارزار گریه کردن؟ ببخشید خدایا نفهمیدم، اشتباه کردم. اومد به جبرئیل گفت برو این کلمه ها رو بهش یاد بده تا ببخشمش. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اینا رو که گفت خدا بخشیدش. این کلمه ها همه دنیا موندن، بدونید چیه؟ تفاسیر شیعی که اشاره کردن، اما تو منابع برادران اهل سنت مستدرک الصحیحین جلد 2 صفحه 615، کنز العمال جلد 1 صفحه 234 و در خصائص النبویه آمده که میگه 5 تا کلمه ازش یاد گرفت. 5 کلمه چی بود؟ اینها بود: یا حمیدو به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. تا اینا رو گفت خدا گفت بخشیدن. Wonderful Stories of Islam کتابی است که انگلیسی ها نوشتن. در اونجا لو میدن، در جریان جنگ جهانی اول لوحی پیدا شد، مرصع بردیمش انگلیس، از اونجا بردنش روسیه، فلان فلان به همان که در آن حضرت سلیمان خدا را به 5 کلمه سوگند داده بود: محمد، ایلیا، فاطمه. اینا رو 5 تا اسم گفت تا خدا سلیمان رو سلیمان کرد. جالبه در مجله ساینس میگه در بقایای کشتی نوح لوحی پیدا شد شبیه به یک دست، روی 5 تا انگشتش همین 5 تا نام بود. جالب، اشاره میکنه پاپ وقت گفت این رو ببرید قایم کنید که اگر این پخش بشه باید تابوت مسیحیت رو خودمون بزن رو دوشمون ببرید. شک عزیز دل من، شیطان این کلمات دید اینا از ذریه آدم میخوان بیرون بیان، زیرا به آدمو زد که اونا نیان. شیطان این کلمات زیرا به آدمو زد که اونا نیان.